میدن. یکی از این کنار هم قرار گرفتن دوران جنگ، مثلا برای مسئله فرماندهی جنگ من اصلا نظرم مقام معظم رهبری بود، مقام معظم رهبری هم من پیشنهاد کردم، ولی آقای هاشمی بعد از یک سال که مقام معظم رهبری فرماندهی جنگ بوده داشت، بعد آقای هاشمی شد در وقت از طرف امام شد هماهنگ کننده و بعدم در اواخر جنگ هم شد جانشین فرماندهی کل قوا. بنابراین در دوران جنگ در بسیاری از حوادث سخت جنگ مثل عملیات خیبر، مثل عملیات بدر، مثل عملیات ولفجر 8، کربلای 4، کربلای 5، ولفجر 10، اون اواخر جنگ که دشمن حمله کرد سرزمین‌های ما رو گرفت و بعد قطعنامه 598، در حقیقت از نزدیک کنار هم بودیم. البته همطور که مقام معظم رهبری هم گفتن اختلاف نظرها و اجتهادها هیچگاه همطور که رابطی بین رفاقت بین مقام معظم رهبری و آقای هاشمی رو به هم زد، رفاقت من و آقای هاشمی رو هم هیچ وقت به هم نزد. آقای هاشمی نظراتش رو سریع میگفت، ولی من هیچ وقت اون صراحتی که آقای هاشمی داشت نسبت به نظراتش من هیچ وقت نداشتم، به خاطر همون رفاقتی که با هم داشتیم. و دوران سخت جنگ، در حقیقت دوران سخت جنگ، من کاملا چند تا ویژگی خوب رو در آقای هاشمی دیدم. یکی شجاعتش بود، یعنی واقعا آقای هاشمی فرد شجاعی بود. مثلا ما در عملیات خیبر یه مشکلی برامون پیدا شد، ایشون فکر کردن که فرمانده لشکر نمیخوان به جنگن، گفتن شما چرا دستور نمیدید که اینا مثلا حمله کنن تدایی رو بگیرن. من گفتم آقای هاشمی چون شما خودتون از خدمت امام اومدید، آقای حسین خروزی و دوست از فرمانده لشکر هم این 5-6 کیلومتری هستن، میخواید خود شما تشریف ببرید یا من باهاتون میام؟ گفت نه من خودم میرم. ایشون از قرارنامه ما جدا شد، رفت پیش فرمانده لشکرهایی که تو خط میجنگیدن و اینها، و خب بعد از 7-8 ساعت اومد. من دیدم که کاملا با شجاعت تو خط مقدم حاضر میشه، حضور پیدا میکنه. در حقیقت من قبلش رفته بودم به فرماندهان اونجا صحبت کرده بودیم، اونا یه مشکلاتی داشتن که ما جرأت دیگه نمی‌کردیم 24 ساعت بعد امکاناتی به ما برسه، به فرماندهان بدیم بعد عملیات بکنن. آقای هاشمی عجله داشت، میگفت نه باید حتما همین امشب باید عمل بکنن. شجاعت ایشون واقعا. مسئله دوم درک و هوش فوق‌العاده‌ای داشت. خب ایشون نظامی که نبود، اما وقتی تو بحث‌های نظامی ها قرار می‌گرفت خیلی خوب متوجه می‌شد. مثلا اگه اختلاف کارشناسی وجود داشت خوب میتونست وارد بحث بشه، اظهار نظر بکنه و صحبت بکنه. و در بسیاری از موارد حتی در آستانه شهادت هم قرار گرفت، محل خود ما رو که بمباران کردن در حقیقت، که ما بهشون گفتیم خوب شما برگردید اهواز، ما اینجا هستیم عملیات رو در حقیقت اداره میکنیم. دوران سختی که ما در جنگ داشتیم ایشون همراهی بودن و همراهی کردن. در دوران پس از جنگ هم به خاطر حالا ویژگی ها و خدمات که ایشون انجام داد به سردار سازندگی معروف شد. به نظر شما چرا این لقب به آقای هاشمی داده شد و مهمترین ویژگی های این دوره که از اون به دوره سازندگی در واقع مشهور شده، مهمترین ویژگی هاش چی هست؟ دوره سازندگی فکر میکنم از نامه‌ای که حضرت امام بعد از پایان جنگ نوشتن به مسئولان کشور که الان که جنگ تمام شده بایستی شما سازندگی رو جدی بگیرید، و ایشون چون حتی قبل از اینکه رئیس جمهور بشه دغدغه سازندگی رو داشت و بعد هم بعد از اینکه رئیس جمهور شد تمام وقتش رو برای هم بازسازی مناطق جنگی گذاشت، و همین که خب مرتب حضور پیدا میکرد در افتتاح صدها، در کلنگ زدن پروژه های بزرگ در حقیقت، و چون انبوهی از پروژه های عمرانی رو در کشور انجام داده بود به این لقب معروف شد. بعد از
در حقیقت جنگ، من بهشون گفتم که خب ما الان جنگ تمام شده، آماده ایم کمک شما بکنیم. با مقام معظم رهبری من صحبت کردم که اگر جنابعالی اجازه بدید ما 4-5000 دستگاه مهندسی داریم، لودر و بولدوزر و وسایل مهندسی هستن، یه قرارگاه سازندگی ما بزنیم و با آقای هاشمی کمک کنیم. مقام معظم رهبری قبول کردن. من یه قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا درست کردیم که اون موقع هم پیمانکاری در کشور واقعا کم بود و آقای هاشمی به من میگفت که ما هرچی دنبال پیمانکار میگردیم نیست، اینا چون قبل از انقلاب اموال اینا مصادره شده بود، پیمانکارهای بزرگ ایران اموالشون مصادره شده بود، دیگه تقریبا تازه جنگ تمام شده بود و اصلا پیمانکاری به اون صورت تو کشور وجود نداشت. الان الحمدلله اینطور نیست، الان پیمانکارهای قدر و بزرگی وجود داره. خب بسیاری از گره های کشور رو که در مسئله عمرانی وجود داشت ما سپاه رو به کمک ایشون فرستادیم. همین امروز هم ایشون توی کمیسیون زیربنایی اشاره کردن به این مسئله و خب ایشون حتی سپاه رو هم آورد در مسئله سازندگی به کار گرفت و به خاطر علاقهش، به خاطر اشتیاقی که داشت. این سد کرخه رو که ما بزرگترین سد ایران هست که در منطقه فتح المبین درست کردنی، یه اختلافی بین ما و آقای زنگ وارد سازندگی در حقیقت صدها بشه و اولین صدی هم که ما ساختیم همین صد کرخه است که بزرگترین صد ایران حساب میشه. خب بنا به دلیل این فعالیت ها و علاقی که به سازندگی داشت ایشون به عنوان سردار سازندگی معروف شد. درسته. یه خاطره ای رو در مورد سخنرانی ایشان تصاویرش رو همکارانم آماده کردم. اون رو همین منزلشون یه شام خدمت ایشون بودیم، ایشون به ما گفتن دیگه باید این کار رو بکنیم. ما گفتیم ما این همه آمادگی پیدا کردیم که بعد از خدای نکرده یه روز شما نباشید برجه داشته باشیم و دستمون خالی نباشه چه کار بکنیم. گفت دارید شما. ما گفتیم آخه کی؟ ما که خودمون همه رو میشنیم مثل این آسان نیست مزیه یه برد قد کردون داشت. بله فکر میکنم این همون دلیلیست که شما فرمودید که تا آخرین لحظه پشتیبان رهبری بود آیت الله هاشمی رفسنجانی. اشاره هم که آیت الله هاشمی رفسنجانی کردن، به هر حال جلسه مجمع بگان که بعد از رحلت حضرت امام تشکیل شد ایشون نقش آفرینی داشتن، در مورد اون بگید. من تا همینجا رفته همینجا تقاضایی بکنم از همه ملت شهید پرور، از همه روشنفکران، سیاست تحلیلگرها که خب ما امروز این شخصیت بزرگ دیگه در میان ما نیست، واقعا فقدانشون رو ما الان احساس میکنیم. من تقاضایی که دارم به عنوان سرباز ملت ایران این است که ما از رحلت رهبر انقلاب بالاخره ما همه آقای هاشمی رو میشناسیم. ایشون با آزادی نظراتی داشت مطرح میکرد ولی هیچگاه راضی نبود به اینکه انسجام ملی و وحدت ملی خدشه‌دار بشه و اینو تا آخرین لحظه عمر پربرکتشون ادامه دادن. همین امروز ایشون یه بحثی شد، یه مرتبه کشید به دوران خود ایشون در ریاست جمهوری و تر کردن. من تونستم کارهای بزرگی بکنم و رهبری هم از من حمایت میکرد. ما خود همین دوره فعلی ریاست جمهوری ملاحظه کنیم، مقام معظم رهبری از مذاکرات برجام واقعا حمایت جانانه ای کرد. یعنی همیشه رهبری بر
حمایت از دولت ها بود. خب وقتی ما یه چنین همراهی رهبری رو با ارکان کشور داریم، دیگه دلیل نداره در کشور ما اونو در حقیقت بسازیم و عقب موندگی هامون رو در حقیقت جبران کنیم، بتونیم با محوریت رهبر انقلاب. بله ایشون در هسته امام دو نفر در رهبری مقام معظم رهبری نقش اساسی داشتن، یکی مرحوم احمد آقا بود و یکی از آیت الله هاشمی رفسنجانی. این دو نفر نقش تعیین کننده ای داشتن. احمد آقا صحبت‌های امام رو در مورد مقام معظم رهبری، نظم رهبری نقش تعیین کننده ای در اجماع اکثریت قابل توجه اعضای خبرگان روی رهبری مقام معظم رهبری داشته. درسته، اگر چنانچه بعد مفهوم